اینجا باشین ببینید چیزی جا نمونده باشه. بقیه هم با من بیاین. یادتون باشه فقط پول جواهر. Yeah.
بیتر شو بزن قدش ناکسا عجب کشتاره کردن ها بشنگ مفتده ناکسا خیال کرد برگم شب سلام تعظیم میکنم سلام تا کی هستی؟ من غلام شما منصور قنبازی تو چی کاره هستی برادر؟ والا تا یک ساعت پیش جزو نگهبانان قافله بودم ولی از اون وقت که قافله تارمار شد خودم نفهمیدم چی شدم ببینم من چی کاره شدم جوون بانشاتی به نظر میاد درسته یا نه؟ بقی هستم خیلی هم شجاعم ملاحظه میکنی که هنوزم زندم اسمت چیه؟ اسمم منصور قنبازیه ببینم شما بردست مردست نمیخواین؟ چرا اگه بخوای با ما دوست بشی ما تو رو به دوستی قبول میکنیم اینطور نیست یا قول تو لالی بمیرم برات ببینم قربان به من بگو علی بابا علی بابا توی قربونت برم الهی ببینم قربان یارو کرم ها چطور مگه میگم چطور دیگه یارو رو اخراج کنیم من خودم یک عمر غلام حلقه به گوشت ها میگم آی نفس کش نفهمیدم پس تو کر نیستی ببخشید لالی میخواستم آزمایشت کنم راستی شما خوردنی مردنی چی آوردین با خودتون؟ خوردنی همراه نداریم بهتره را بیافتیم اسبابون فرار کردن منو بردم یه چیزی اینا یه دست جیلیق زه آره آسل یه راقم آره یلا برا برجلا علی بابا اومد به شهر شما خوش اومدی علی بابا چون دوست داره شما رو علی بابا آی خوب و بابا فرا به شهر ما خوش اومدی علی بابا علی بابا علی بابا مردم مردم میخواهم من از یزدان در این دنیا نبینید رنج و هرمان بینم شما را همیشه شاد و خندان من هم خوشحالم چون هستم بین یاران مردم مردم میخواهم من از یزدان در این دنیا نبینید رنج و هرمان بینم شما را همیشه شاد و خندان من هم خوشحالم چون هستم بین یاران امید ما باشد تنها در دنیا به خدا و خلیفه و علی بابا ممنونم من از شما ممنون ممنون ای مردم با وفا ممنونم خوشحالم از آن که باز اینجام آماده به خدمت شما من جان به راه شما نهادم دل جز به شما به کس ندادم از وقت که تو با مهر و وفایی علی بابا همیشه میمونه دل مایی علی بابا کیه اون که دلش پر از امیده علی بابا کیه اون که به دادتون رسیده علی بابا کیه اون که همیشه یادتونه علی بابا کیه دوست شما در این زمونه علی بابا کیه اون که دلش پر از امیده علی بابا کیه اون که به دادتون رسیده علی بابا کیه اون که همیشه یادتونه علی بابا کیه دوست شما در این زمونه علی بابا بهتر میشه بعد از این به دوران کار همتون به لطف یزدان بهتر میشه بعد از این به دوران کار همتون به لطف یزدان از بعد که تو با مهر و وفایی علی بابا همیشه بیرونه دل ماری علی بابا زنده اول امر مبارک شرفیاب شدم و در خدمت گذاری حاضر کافیست خالد وزیر گزارشات بسیار بدی از رفتار تو نسبت به مردم به من رسیده میگویند تو به مردم سرزمین من ظلم بسیار روا میداری میگویند از دست مظالم تو صدای زجه پیر زنان و ناله ضعیفان به آسمان رسیده میگویند بیدادگری تو نسبت به رعایا باعث نارضایتی آنها شده
چه بدخواهان خلاف برز مبارک رساندم. بدخواهان؟ تو با چه جرأتی پیام آوران مرا بدخواه میدانی؟ مولای من، مرا عفو بفرمایید. خالد، از غضب خداوند و از خشم من بترس. من هرگز اجازه نمیدم وزیر من، یعنی نمده من به رایا ظلم کند. از این پس مراقب رفتار ناپسند خود باش. مولای من، امیدوارم پس از این خدمتگزار خوبی باشم. به شرفم سوگند تا نقشه های خود را عملی نکنم و انتقامم را از خلیفه نگیرم از پای نخواهم نشست، ولی روزی جواب اهانت های او را خواهم داد. سرور من، شراب بنوشی. کلثوم، تو به وظایف خود خوب عمل میکنی؟ بله سرور من، ریحانه دختر حضرت خلیفه بدون اجازه من حتی آبم نمیخورد. آفرین، سعی کن بازم بیشتر مواظبش باشی. من ریحانه را از جان خود بیشتر دوست دارم و در این حال او برای من وسیله پیروزی است. دوستان من، شما باز هم باید نیروهای مخفی را تقویت کنید و منتظر روزی باشید که من فرمان حمله را صادر می کنم. خب کلثوم، تو برو ریحانه را تنها نگذار. من به بازار می روم، بلکه بتوانم از پیر مرد عتیق فروش هدیه با ارزشی برای ریحانه زیبا خریداری کنم. مطیعم سرور من. مفادات سام از اوگی شد خربه تا برم الهی موز بنات دیگر تو سیه سخترم بخورم. فرمایشی بود قربانت گردم. بله بگو کلثوم لباس و کجابه منو آماده کنی، میخوام برای خرید به شهر برم. اطاعت میشه بانوی من. بیا جلو خوشگله رو آورد. آقای پرده فروش قیمت چنده؟ آی مردم، این کنیز اسمش لیلا، از دختران زیبای سمرغنده. کمتر کنیزی به جمال و کمال اون پیدا میکنه. حالا خوب به سیما و قامت رو نگاه کنید تا یکی که محاسنش رو بشکره. نشما چون سر به نام برین اقا، چون بادام هندی. من میخوام چشمش رو ببینم. برین اقا چون بادام چقدر خوشگله خدا. ببین این دختره چقدر ماه علی بابا، من عاشق این شدم. گلوم واسه گیر کرده. ای خدا چقدر خوشگلی. وای هیکل و هیکل. چه خبرته؟ بی خود به خودت بعدا و این ننه، حتما قیمتش خیلی جرونه. ببینید چه ماریه. درست شد. شما عاشق شدی؟ نگاه کنید مردم. غلط کردی؟ حالا دیگه کار بیگاهی رسی که پا تو کم که من میکنی؟ آی نفس کش. اینه بهت میگم لالی، از من بترس. اسم من منصوره. وقتی پای ناموس به بیرون باشه زورم چند برابر میشه. یعنی اون بوده باری کلا؟ نه کافیه بابا، شما چونه خانوم من چیه؟ سب کنی ببینم قیمتش چنده؟ آهای برد فروش، کنیزت زیباست، ولی نگفتی قیمتش چنده؟ گرون آقای من، گرونه، 200 دینار. بابا، بس که نوبرش رو برده، بریم بابا. سب کنید مردو، سب کنید. چیه؟ این کنیز بیشتر از این مبلغ ارزش داره. بتا حالا میرسه تا ببینی چه رقص سهرنگیزی داره. همه خودی بوله خدا دلم زفتم. خدا شاید 200 میارزه. اینی ببین نکتا جانم. نه نه یا جلو جانم. ای خدا علی بابا مرده و خوشه این شدم. با در تو بلا بزاره تو کسیم داره بزاره بزاره. Even.
خالیه، وگرنه قبل از اینکه این دختر اسیری مرد شهوت پرست بشه میخریدم و آزادش میکردم. علی بابا جون دستم به دومنت، یه کاری بکن. از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواز به من چه ترومه، تا ما هستیم نباید به چنگ دیگرون بیفته. آخه والا من فقط آزادی اونو میخوام، ولی من خود اونو میخوام. بخ چشما رو ببین علی، علی زلفار وی چرا همچین حالی به حالی میشه؟ به زنجا بیچاره یه لالی، به خدا آخرش من با تو دعوا. نه بس کنین بچه ها، خیلی خوب، حالا که هر دوتون به اون علاقه مندین بیایم بریم یه فکری واسش بکنیم، بالاخره راضیتون میکنم. الهی قربون اون دهنت برم، زنده باد علی بابا. لیلا جون بیا بریم، برقص الان میای. بیا دیگه، چه خیالی نصیب باشه بچم. برید کنار. دور شید، لام شید، دور شید. تزیم کن، تزیم کن. قربان، خوش آمدید. کلبه ما رو با قدوم خودتون منور کنید. برید کنار، ما با حضرت وزیر رو از نزدیک زیارت کنیم. بیان جلو بچه ها، بیان جلو. اونهاش، نگه چیز میخره. شامدان زیباییست. پیشکش حضرت وزیر. امیدوارم این شمدون محقر شایسته قصر باشکوه شما باشه قربان. احسن پیرمرد، یک کیسه زر به این پیرمرد بده. اطاعت حضرت وزیر. ولی قربانت کردم، اگه جسارت نباشه این شمدون بیش از اینا ارزش داره. من خودم در مقابل اون سه کیسه زر دادم. ساخی نکن پیرمرد، وگرنه دستور میدم همون یک کیسه زر رو هم به تو ندهم. آبد من بخشش خودشو پس نمیگیره. قربانت کردم. بسیار خوب، با زبان درازی نکن. اطاعت قربان. غلام. بله حضرت وزیر. این را به قصر من ببر. اطاعت حضرت وزیر. پیرمرد، این شمدان به تنهایی چندان زیبایی ندارد، هر چیز قرینه ای میخواهد. ولی حضرت وزیر، من فقط همین یه شمدون دارم قربان. قرینه آن را پیدا کن و انعام بیشتری نزد من خواهی داشت. بدین منت قربان. برو و از آن مانند جانت محافظت کن. اطاعت مولای من. فهمیدین که؟ یلا یلا بی دیگه. خب دعوا نکنید، دعوا رو بزاد با هم دعوا با هم. من رفتم، بیان بر آمدم جانم. بچه تو بردن. حضرت وزیر داره میاد به این طرف. یا خود جونم من دریاب، دیدی چه خواهی به سر من این ها؟ نه ترسین، تا من هستم قصه هیچ چیزی نخوری. ببینید چه کلکی سوار میکنم. میترسم یه کاری دست ما بدی یا؟ خیلی خب حواستون جمع کنی ببینید من چه کار میکنم. خدا یا خودم به خودت سپردم. تعظیم هست میکنم. تعظیم، تکریم. چه میخواهی؟ قربانت کردم، ما پسران عتیق فروش هستیم. قرینه شمدون رو که خواسته بودید پیدا کردیم و آوردیم حضور. بفرمایید. اینها اولی. ملاحظه بفرمایید قربان. پیشش قربان. آفرین. کاملا شبیه همان شام. خزانه دار، دو کیسه زر به آنها بده. اطاعت مولای من. سپاسگزارم قربان. خزانه دار جونم، قربون اون سیبیله دارم. نمیشه خفه شو. به ما بده. چرا خفه بشم؟ در امپوار جوانی حیف من بمیرم. بیا خفه خور نگیر. ببین چی میگه؟ بیا، شامدان را به قصد اختصاصی من. چش قربان. تعظیم کنیم. علی بابا اینا رو. مولای من. مولای من، منو ببخشید. چه اتفاقی افتاده؟ حرف بزن. قربانت گردم، شمدونی که به من سپرده بودین سه نفر سارق به حیله از من دزدیدن. بله. ای ارسه، گفتی سه نفر سارق؟ بله قربان. نگهبان، تو افرادت به دنبال سارقین برید. باید هر چه زودتر اونها را دستگیر کنید، وگرنه وای به حالتون. اطاعت مولای من. حرکت کنید. چه خاکی بذارم بکنه؟ آی مردم، از میون شما کسی بیشتر از 400 دینار طالب این کنیز زیبا نیست؟ چرم، یک 400 دینار. 401 دینار، گفتم 401 دینار. آقا، بذار نزید منه بیدن. حالا ببینیم تا ببینیم چی بیدن. خوب پیش میاد. بسیار خوب، 401 دینار. کسی بیشتر طالب نیست؟ هزار دینار آقای پرده فروش. این پیره مرده عجب روی داره، رو دست ما بلند میشه. چیتونه میگه بگم هزار دینار. چی داره میگی؟ میخوای ما رو ورشکست کنی بسر؟ وقتی با خزانه دار حرف میزدم اینا رو به من لطف فرمونده. کسی بیشتر خریدار این کنیز نیست؟
1000 دینار 1000 دینار 2000 دینار 1001 دینار بس بلازم ماشالله اون کرم جمعون خوب میخری بسیار خوب 1001 دینار ده چرا معطلی؟ ده برو بالا دیگه پر رو زود باش برو دیگه دو کیسه زهر یعنی 2000 دینار عجب روی داره خاک بر سر این کنن آفرین آفرین قطر زر زرگر شناسد دو کیسه زر کسی بیشتر طالب نیست علی بابا جون دستم به دامنت یه کاری بکن یعنی یه دینارم تو جیبت پول نیست من که از قدیم آسفاز بودم من دیگه نیم دینارم ندارم یاقوت جونم قربون شیرین زبونی دارم یاقوت جان ساخر ماخر دو کیسه زر یک صبر کن بابا صبر کن دارم حساب پولام میکنم یک صبر کن دو کیسه زر دو ایداد بیداد عشقم از دستم رفت آقا که سر من کنم این خدا جیگار کنم دو کیسه زر دو کیسه زر و یه پول دو کیسه زر و یه پول آره دو کیسه زر و یه دبرو بالا دیگه دبرو بالا دبر رو برو بالا دیگه دو هزار پول چه بود چه بود کسی نبود پیریه نبود دو هزار پول سه دو هزار یک پول بسیار خوب بروختم این کنیز رو به 2000 خدایا شکر خدایا شکر علی بابا جون قربونت برم دیگر چیزنی برم مبارک تو بله بیدم دوزم چطوری بابا جون بذار نک بر چیه باز که دلی جون خیلی خوب شدم به من تبریک بگو فهمیدی دلی بهت بگم من از اون غیرتی ها من میگن منصور قمپوزی ها فهمیدی با کی طرفی به تبریک میگم مرده خب منم به تو تبریک میگم اما خوب قالب نه 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 این کنیز خیلی بیشتر از این ارزش داره خب هرچی بود که گذشت فقط ما یه پول کم داریم اونم شیر قد بریم بالا بگو ببینم شیر یا خر خدا کنی شیر باختی اصلا هیچی نبود شیر خدا کنیز رو شما میسید بی بغلم بی پایین خانم سلام آقای سلام از بندت قربون اون شکل ماهی برم من تو رو خریدم آن تنهایی چی شد؟ من تنها خریدمش حالا میتونی اصل و نسب تو به خانم من نشون بدی آره؟ خب گیرتون آوردی شما تا آقی بفتید چرا؟ برای چی؟ در زندون همه چی تو میفهمید را بیافتید یلا علی بابا جمعون به اینا بگم جنگ نیستیم که داداش هم برین چرا؟ ایلا من اهل بزمم نه اهل رزم برین یه دوشه میخوام این جنگ و جدال ببین عزیزم مردم مرض ندارن که بسه بجون قربونت برم به من میگن منصور قمپوزی فقط من برای اینکه قمپوز خوب در میکنم ببین اینا اینو میگن قمپوز هیچی انا اونجا رو ببین سلام بانوی من سلام اسم چیه جوون شجاع علی بابا بانوی من آه اسمت زیباست آه ولی هیچ زیبایی با زیبایی شما برابر نیست من دختر خلیفه هستم علی بابا مواظب باش بگو نامه عوض میخوام بانوی من کیست که شما رو نشناسه بانوی من اگر کاری از دست ما ساخته است بگویید تا رفع مشکل کنیم حضورتون شرفیاب خواهم شد بانوی من با اجازه من این جام را به سلامتی شما می‌نوشم و من هم به سلامتی پدرم بانوی من بارها از حضرت خلیفه تقاضا کردم
که به دامادی خود مفتخرم فرمایند و انتظار دارم که شما نیز مرا به غلامی خودتون قبول بفرمایید. من غلام نمیخوام خاله، چون چندین کنیز خوب دارم. بانوی من، مقصودم از غلامی افتخار همسری شماست. ولی من هنوز تصمیم نگرفتم که ازدواج کنم و اگر هم روزی تصمیم بگیرم مسلماً تو را انتخاب نخواهم کرد. پدر بزرگوار، من خیلی خسته هستم، اجازه میخواهم که به قصر خود برگردم. شب بخیر دختر قشنگم. شب بخیر. ببخشید. کلثوم؟ بله بانوی من. چه شده که به این زودی مجلس بزم پدر بزرگوارتون رو ترک کردید؟ از گزافگویی های خالد خسته شدم، میخوام تنها باشم و استراحت کنم. مرخصی. اطاعت. شب بخیر بانوی من. شب بخیر. سلام بانوی من. اوه علی بابا. بانوی من، اسم من ریحان است، منو به اسم خودم صدا کن. اطاعت بانوی من. باز که گفتی بانوی من؟ گفتم اسم من ریحان است. ریحانه؟ تا به حال اسمی به قشنگی اسم تو نشنیده بودم. چطوری اومدی اینجا؟ عشق تو منو به اینجا کشوند. از قراولای قصر نترسیدی؟ ترس در مقابل عشق مغلوب میشه ریحانه. چه کار خوبی کردی که اومدی. عمر و دولت حضرت خلیفه برقرار بود. ممکن نیست بای به حالت اگر دروغ بگویی. با اجازه حضرت خلیفه. ریحانه، به چی فکر میکنی؟ بگو چرا ناراحتی؟ علی بابا، من نمیتونم چیزی رو از تو پنهان کنم. ناراحتی من از خالد وزیره، قدرت اون زیاد شده، من خیلی میترسم. نترس، من به قدرت عشق ایمان دارم، خداوند ما رو یاری میکنه. ای ولگرد خیره سر، تو با چه جرأتی به حرم حضرت خلیفه وارد شده ای؟ اما چون صدای گستاخی تو را میدهم. سعی کن از اتاق خارج بشه. تو چه هستی جوان گستاخ؟ به چشمم آشنایی. درسته، خوب شناختید. امروز حق یک پیرزن ضعیف رو از تو گرفتم. خودتو برای مرگ آماده کن. جوان خیره سر کیست؟ دستگیرش کنید. خالد، این جوان که بود؟ مولای من، خائنی بود که مخفیانه به قصر بانوی من ریحانه وارد شده بود. عجب، عده‌ای را مأمور کن که زنده یا مرده دستگیرش کنن. اطاعت مولای من. دخترم، امیدوارم این جوان باعث ناراحتی تو نشده باشه. نه پدر، آسوده خاطر باشی.
زمنان اکنون که فرصتی پیش آمده، من میخوام کمی با تو صحبت کنم. بنشین دخترم. من در اختیار شما هستم پدر. دخترم، تو دیگه بزرگ شدی. آیا تا به حال به فکر افتادی که همسری مناسب برای خود انتخاب کنی؟ نه پدر. خالد جوان شجاع و خوبی است. من فکر میکنم بیش از دیگران لیاقت همسری تو رو داشته باشه. متاسفم پدر. همونطور که گفتم، من هنوز در این باره تصمیمی نگرفتم. اما برخلاف شما، خالد رو به هیچ وجه لایق نمیدونم. ولی دخترم... پدر، خواهش میکنم اگر ممکنه در این باره صحبت نکن. شب بخیر. شب بخیر دخترم. هر طور میلت به. متشکرم. گوش کنید ایها الناس، بدانید آگاه باشید حضرت خالد وزیر اعظم 10,000 دینار به کسی جایزه میدهد که علی بابا را زنده یا مرده تحویل دهد. خالد وزیر منو خیلی قوی تر از اون چی که هستم فکر کرده. خیالت راحت باشه علی بابا جون، کسی به تمه 10,000 دینار خودشو به کام شیرهان نمیندازه. میدونم، ولی من به خاطر ریحانه ناراحتم. میترسم عاقبت به چنگ خالد گرفتار بشه. باید هرچه زودتر یه سری به اون بزنیم. وای علی بابا جون، اونجا رو نگاه کن. خودتونو مخفی کنی، کسی نباید ما رو در اینجا ببینه. دارو دسته دوزدم؟ مواصل باشی. راهزن ها هستن ها؟ عجب جای دنجی دارن. آره، لابد اموال دزدی رو اینجا قایم میکنن. یاقوت با همه لالبازی راست میگه ها. چطوره یواشکی بریم تو، بلکه خوردنی مردنی داشته باشن. نه خطرناکه، باید همینجا منتظر بمونیم تا بیان بیرون. نه خیلی، به این زودی فکر نمی کنم خارج بشن. میگم نکنه همه خوراکی ها رو بخورن اون وقت داغشو به دل ما بذارن. آه تو هم که همش به فکر خوراکی هستی. آخه من روشنمه. دارن یعنی رو مواظب باشین. سرتو به دوزلانی. حالا وقتشه، بریم ببینیم این چه جور غاریه. غاره دیگه قربونش برم، این شکم من قرقاره دیگه. آه دل را بیفتیم. لابد پر از خوراکی های جورا جور هم هست لال پتی. لالی جون ببند دست نزنی، من قلقلکم. ده جون من نکن، ده نکن دیگه. علی بابا جون تو جلو برو. منو ول کن. سر بلا باشه. ده میگم نکن دیگه. ده ای منو میترسونه. یالا حسودین میشه من مثل بلبل صحبت میکنم تو همش که علی من گشنمه. یال نزدتر. یه مارموله که چیزی هم میزید یا با خواهی بپریم ببینم. اوه 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 چقدر دوره. اگه اوه اوه من سرم داز دلیل کنه لال بده. خب عجب جاییه.
در چجوری باز میشه؟ یاروها چی میخونن در قار باز شد؟ والا نمیدونم رئیسون یه چیزی میزه آی میگو باز و باز و چی چی شو نمیدونم از این حرفا حاج بر سرم کنم. علی بابا جون تو نمیدونی چی میگفتم؟ منم تو همین فکرم، مخاتونو به کار بندازین بلکه بتونین پیداش کنین. من منصور قمپوزی هم همینه؟ ای مخ رو به دهانهای انار قسمت میدم منو جلو علی بابا خید نگه. فهمیدم، جانم، یادم اومد، علی بابا جون، این بود، اینه، باز و غاراشا، باز و غاراشا شو، گرب و باز و شو، سین و شین و زات و زات و کاف و نام و هو در رحمت روی ما باز شد بریم تو الحمدلله بریم تو خدایا خودم به خودت سپردم بس اومدم از این قار علی این چه قار پشنگی چه چیزهای قیمتی ساکت باشین بی سر صدا نه این داره میترسونه ما خیلی از خونه خوشی میاد پشت لبزم زرد میشه بل کن دیگه پر پر میدونه بی سر و صدا بگو من نترسونه اینجا رو ببین علی بابا این چه قاریه من اگر قارم قار اینه علی بابا اینجا رو ببین جواهر آدم قهد بود بود مرا خود خب بچه ها گوش کنید من نقشه های خوبی دارم باید کمک کنید مقداری از این جواهرات از غار خارج بکنیم من نقشه های خوبی دارم میگم بشینیم یه پس همه رو بخوریم چی میگی جواهر که خوردنی نیست خیلی خوب زودتر دست بکار شید یالا به جنبید بچه ها یالا به جنبید چپا کنید باید قبل از اینکه دزدا به غار برگردن از اینجا خارج بشید خیلی خوب عجله کنید کاش یه جوال می آوردین خدا اینا رو کدوم ببرم اینو ببرم اونو ببرم همش می برم یکی از یکی علی خوشگلتر و بهتر از کرد کجا بریدین کمتر به بلاله خوب شد مچه با هم بستم سبکتر و پر قیمتتر یالا برداری خیلی خوب یالا بچه عجله کنید اونم برامه آه 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 بریم بیا جاله ببینم بقیه شوشی دوتا مولای من پوزش میخواهم اگر به خاطر داشته باشید، حقیر چندین بار استدعایی از شما کردم که جواب موافق کنید، ولی... از دخترم سخن میگویی خالد؟ بله ریحانه با این وصلت موافقت ندارد و میدانی که او تنها فرزند من است و من نمیخواهم خاطرش را بیازارم اما اگر من به جای تو بودم، ناامید نمیشدم زیرا نه تو پیری، نه ریحانه و چه بسا آیندهی که تو در پیش داری بر وفق مراد باشد حضرت خلیفه به سلامت باشد فرستاده امیرعلی فرزند ارشد حکمران سرزمین شامات اجازه ورود می خواهد وارد شود اطاعت مولای من به به چه بارگاه مجللیه حس کرد ده توی میزه ها را بگم تعظیم عرض می کنم قربان بعد از تعظیم تکریم عرض می کنم نزدیکتر بیا اطاعت عرض می کنم قربان حامل پیامی هستی؟ بله قربانت گردم
سرور ما امیرعلی عریضه‌ای به پیشگاه مبارک نوشته است. بفرمایید. قاری، نامه امیرعلی را قرائت کن. بفرما قاری، مرگ ننه جونت با صدای بلند قرائت کن. من تحریر کردمم. بله قربان. بعد از حمد و ثنای آفریدگار، از من که حکمران نشامت هستم به برادر ارجمندم حضرت خلیفه، عمرت با کامرانی دراز باد. امیرعلی فرزند ارشد من با تحف و هدایای ناقابل به حضور میرسد و عرض خصوصی دارد. امید آن دارم که نامبرده را به حضور بپذیرید. مهر و امضا حکمران شمات. مقدم امیرعلی بر ما گرامی است. مخلصم. خالد، فرستاده امیرعلی را خلعت ببخش و او را با احترام و استقبال خاص وارد شهر کن. اطاعت مولای من. خدا نگهدار. خالد، خلعت چی شد میگم؟ خلیفه فرمودن خلعت بده. قربان شما یه چیز بگین. خالد! بسیار زیبا رقصید. به تبریک میگم امیرعلی، کنیز هنرمندی داری. تبریک بگید مولای من. ولی به دخترتون چطور؟ اگر بانو قبول کنند، این کنیزک از این به بعد متعلق به ایشانه. و امیرعلی چه جواب میدهی؟ از لطف ایشان سپاسگزار هستم. قابلی نداره بانوی باروان، همه چیز من متعلق به شماست. از لطف شما ممنونم امیرعلی. به من اجازه مرخصی میدید پدر عزیزم؟ به امان خدا دخترم. از ملاقات شما خوشحال شدم امیرعلی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. او راستی فراموشید کنیزتون رو با خودتون ببرید. ناخونه که بزنید. مگه مرض دارید؟ واقعا زیباست. از چه کسی سخن میگویی؟ با اجازه شما، از دختر شما. امیدوارم منو ببخشید مولای من. تا کور شود چشم دشمنان شما. خدا تو را حفظ کند امیرعلی، مثل اینکه تو خیلی شوخی. چشم شما شوخه مولای من، درست برخلاف چشم عده دیگر که خیلی هیزه. میشنوی خالد؟ معلوم میشود شوخترین جوان دنیا میهمان ماست. بله سرور من. و حالا مولای من جان نثار، انتظار دارم که به من افتخار دامادی خودتون رو بدهید. عجب، پس تو به این ترتیب داری از دختر من خواستگاری میکنی ها؟ با اجازه شما مولای من. نه
نشکفته در دل شب صبح آشنای ما دنیا آخر تو چرا میخوای جدای ما پیوند عشق عاشقان را گسسته ای صدا دل در فراق یاران شکسته ای کی میدانی چه میکشن چون بر یاری تو یک نفس دل نبسته ای فلک به سوزی آخر تو چرا گرفتی از کفم یار مرا فلک به سوزی آخر تو چرا گرفتی از کفم یار مرا که دختر خلیفه هستی بسیار صدای گیرایی داری از تعریف شما ممنونم امیرعلی علی فقط علی منو به اسم خودم صدا کن منم تو رو ریحانه صدا میکنم فکر نمی کنین هنوز خیلی زود باشه آو چرا چرا هاتوه کاملا درسته هنوز خیلی زوده ببینم شما تنها فرزند پدرتون هستی بله مثل تو که تنها دختر پدرت هستی فکر میکنم ازدواج ما برای پدرهامون خیلی لذت بخش باشه چی؟ ازدواج ما؟ بله من تو رو از پدر بزرگوارت خواستگاری کردم خدای من ذوق زده شدی عزیزم سعی کن خونسردی تو کاملا حفظ کنی حق با توه صحیح نبود که من این مژده بزرگ بی خبر به تو بدم بده من او خطوط دست تو مژده بزرگی بهت میده تو دو خواستگار خوب داری که هر دو اسمشون علیه یکی علی بابا یکی امیرعلی علی بابا فقیره اما امیرعلی ثروتمنده اونها در آینده برای به دست آوردن تو مبارزات زیادی میکنن یکی با زور بازوش و دیگری با ثروتش تو پیروزی کدومشون آرزو میکنی ریحانه علی بابا علی بابا مطمئنی که حضرت وزیر با ما کاری دارن؟ بله به خود من گفتن همه را خبر کنم خب همه جمعن گوش کنید تحمل این وضعیه برای من ممکن نیست از امروز باید نقشه های خود را عملی کنیم با آمدن امیرعلی تمام فعالیت های من برای ازدواج با ریحانه خونسا شد سرور من خیلی متاسفم شما رو اینطور آشفت خاطر میبینم ما همه در خدمتگذاری حاضریم قربان بسیار خوب تو با عجله حرکت کن و به رفقای من خبر بده که امشب به دیدارشان خواهم رفت مطیعم مولای من اجازه مرخصی میخواهم برو اطاعت قربان با تو کلسوم باید سعی کنی هرچه بیشتر ریحانه را نسبت به امیرعلی بدبین کنی
خود منم به نزد امیرعلی میروم که نظرش راجع به ازدواج با ریحانه عوض کنم. هر طور میل شماست قربان. من به اتاق امیرعلی میروم. استاخ در اتاق امیرعلی چه کار میکنی؟ ببخشید خیال کردم ریحانه اینجاست. قربان ناپدید شد. بی ارزها اتفاقی افتاده؟ صداهای عجیبی شنیدم. بله امیرعلی، از سایه خدمت میرسم و توضیح میدهم. اجازه میفرمایید؟ بله. خوش آمدید حضرت وزیر. امیرعلی، شما تازه وارد این شهر شده اید و هنوز دشمنان خود را نمیشناسید. بهتر است بیشتر از خودتان مواظبت کنید. گفتید دشمنان من؟ من در این شهر کسی رو نمیشناسم که دشمن داشته باشم. ولی شما به خواستگاری ریحانه آمده اید و ریحانه خواستگار فراوان دارد. یکی از آنها که اسمش علی باباست همین چند لحظه قبل به قصد کشتن شما وارد اتاقتان شده بود. چه میگویی حضرت وزیر؟ امیرعلی، از علی بابا بترس، مرد خونخواری است. راست میگویی؟ بله، شمشیربازی است که یک تنه با 10 سرباز میجنگد. 10 سرباز؟ زور و بازوش زبان زده خاص عام است. خدای من، زخم نیزش التیام پذیر نیست. خدای بزرگ، مرا حفظ کن. اگر به چنگش بیفتی، تو را مثل خیار تر به دونیم می کند. خیار تر؟ من باید از حضرت خلیفه تقاضا کنم که نگهبانان مرا زیاد کند. اگر علی بابا مرا بکشد، به وصال ریحانه نمی رسم. من دستور می دهم بیشتر مواظب به شما باشن. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ؟ عجب غریه. با این همه امروز روز خوبی نبود. چطور سرور من؟ امیرعلی فرزند حاکم شامات برای خواستگاری ریحانه وارد شهر شده. جای تأسف. و باید چاره ای اندیشید. ما همه فدایان تو هستیم و همیشه در خدمت گذاری حاضریم. مقصودت چیست جمال؟ اگه اجازه بدید همین فردا سر امیرعلی را نزد پدرش خواهیم فرستاد. ولی او از قصر خلیفه خارج نمی شود. در قصر نقشه خود را عملی می کنم. نه نه، سوء ظن خلیفه متوجه شخص من خواهد شد. پس به نحوی او را از قصر خارج. چطور؟ کار او را به من بسپارید و آسود خاطر باشید. بسیار خوب. بله سرور من، دختر خوبیه. لالی همش به فکر شماست.
علی بابا، من اگر جای تو بودم این ریشه سیبیلی میکندم، خودم بهش نشون میدادم دیگه. نه نه، هنوز خیلی سوزه. آخه بیچاره ممکنه از قصه دقیق مرگ بشه. خب من دیگه باید برم، میترسم از غیبتم زنین بشی. برو سعی کن بهش دلداری بدی. مطمئن باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خوشگل من. خب من باید برم پیش حضرت خلیفه ببینم چه تصمیمی گرفته. دنبال من بیایید. ما که یه عمریست دنبال تو علاق شدیم. برو جلو. سلام، من کنیز بانو سلیمه هستم. بانوی من در هنگام ورود به شهر شما رو دیده و یک دل نه صد دل عاشق شما شده. من اومدم که شما رو به نزد او راهنمایی کنم. قربونت برم الهی، حالا چرا صورت تو بستی؟ خب خودت هم عاشق من میشی دیگه. سرور من، دعوت بانوی من قبول میکنی؟ قبول میکنیم، ولی اینجور ریخت. چرا بانوی من زن؟ ولی که بانوی تو مرده. دی بیا بانوی من مرد از آب در اومد. خب حالا باید حقیقتشو به من بگی. بانو یا آقای تو کیه؟ چرا خودتو به لباس زنها در آوردی؟ منو کجا میخواستی ببری؟ حالا حرف بزن، حرف بزن. نه آمار جمع مردهایی بودن علی بابا جونا. اگر من اینجا نبودم حسابت پاک بودا. نفهمیدم حالا دیگه هنرنمایی منو قبول نداری لاله پته. برای ما توطئه‌ای ترتیب دادم. چی؟ باید چند روز از شهر خارج بشیم. چطوری بریم تو اون غار میونه جواهرات بلولیم؟ خیلی کیف داره ها. راست میگی، باید یه مقدار دیگه از اون جواهرات رو از غار خارج بکنیم. تا یک ساعت دیگه حرکت میکنیم. شما منتظر باشید تا من برم از حضرت خلیفه خداحافظی کنم. خیلی خوب. خدا نگهدار. شنل جمع کن. خدا کنه موفق بشین علی جون. لالی، منم با لیلا عروسی میکنم. چایدی؟ یعنی دختر به اون خوشگلی میاد منه بل کنه زن تو لالپتی بشه فوتینا. مولای من، امیرعلی اجازه ورود میخواهد. امیرعلی همیشه آزاد است که نزد ما بیاید. مطیعم مولای من. سربر من، فکر نمی کنید که صمیمیت شما نسبت به امیرعلی بیش از حد باشد؟ امیرعلی مهمان من است خالد. او ممکن است در آینده نزدیک داماد من بشود. نسبت به او فروتن باش. مولای من، خوش آمدی امیرعلی. سپاسگزارم قربان. در قصر من به تو خوش می‌گذرد؟ بیش از حد مولای من. شرمندگی این حد از آن است که نتوانم مهمان نوازی های شما را جبران کنم. نه پسرم، من به وجود میهمانی عالی قدر مانند تو افتخار میکنم. بنشین. مولای من، شرفیاب شدم که به عرضتان برسانم. میخواهم چند روز از شهر خارج شوم و با هدایای بهتری خدمت برسم و آرزویم این است که بعد از بازگشت من نسبت به پذیرفتن استدعای چاکر تصمیم گرفته باشید. امیرعلی، تصمیم ناگهانی تو برای عزیمت چیست؟ توطئه‌ای قصد جان من ترتیب داده شده بود که مطمئنم مولای من به کلی از آن بیخبرند. توته؟ چه میشنوم خالد؟
بی خبرم سرور من. به خدا قسم تا ندانم توطئه‌گر چه شخصی است آرام نمیگیرم. ناراحت نشوید مولای من. خروج چند روزه من از شهر به تمام ناراحتی ها خاتمه خواهد داد. اجازه مرخصی میخواهم. سفر به خیر پسرم. مطمئن باش تا بازگشت تو تمام کسانی که در این توطئه شوم دست داشتن مجازات خواهند شد. سپاسگزارم مولای من. خدا نگهدار. خدا به همراهت. خالد، چگونه ممکن است در قصر من، در خانه من، به جان داماد من سوء قصد شود و همه بی خبر باشند؟ سرور من، همانطور که به عرض رسانیدم من کاملا بی خبرم، اما امیدوارم در تصمیم خود تجدید نظر فرمایید. من قبل از امیرعلی خواستار دختر شما شدم و این خلاف جوانمردی است. ساکت باش. مرا به ناجوانمردی متهم می‌کنی و انتظار محبت داری؟ من شخصا درباره این توطئه تحقیق می‌کنم و به جان ریحان قسم می‌خورم که توطئه‌گر یا توطئه‌گران را مجازات کنم، حتی اگر تو باشی خالد. بسیار خوب حضرت خلیفه، بالاخره آینده نشان خواهد داد که ریحان متعلق به کیست و چه کسی مجازات خواهد شد. ده ده شباب و شراب واقعا که میکست خرمونی شراب شگیرم بگیرم بگیرم علی بابا جون، ببین چه جور دارن گوشتها رو میخورن. آخه این انصافه که تو شکم ما گشنگی رخ خورن، اون وقت این بی‌انصافه همه خوراکی ها رو بخورن. یواشتر حرف بزن، یه خورده دندون رو جیگر بذار مرد حسابی. توجه بفرمایید، حضرت خالد تشریف فرما میشود. خالد ها؟ آره، اون اینجا چی کار میکنه؟ شریک دوز و رفیق قافله که میگن همینه. فیدت جنس جمال، امروز روز انجام وظیفه است. ما در خدمت گذاری حاضریم قربان. بسیار خوب، بس گوش کن. خوب دقت کردی؟ بله قربان. احسنت. پس منم اکنون به شهر برمیگردم و مقدمات کارو شخصا آماده میکنم. تو افرادت هرچه زودتر حرکت کن. اطاعت قربان. خدا نگهدار. به امید موفقیت بردم. خوب نقطه ضعفی از این ناکس گیر آوردم. معلومه دیگه، اگه حضرت خلیفه بفهمه. گوش کنید دوستان من، ما باید هم اکنون به دستور حضرت خالد به طرف شهر حرکت کنیم. حضرت خالد وظیفه بزرگی برای ما تعیین کردن و همچنین پاداش و مقام و منصب بزرگی. یعنی چه؟ یعنی چه یعنی چه؟ خب دوزدن دارن میرن دوزی دیگه تفلکی هم. اگه تو این مبارزه پیروز بشیم تا آخر عمر در ناز و نعمت زندگی میکنیم. یالا دیگه دوستان را بیفتین، حرکت میکنیم. با جواهرات تو سر من بخوره، فعلا قضا رو دریافت. نه دیر میشه رفقا، ممکنه دزدا برگردن. یالا تو اتفاقی نیفتاده عجله کنید، زود باشید ببینم. خودم یالا منصور مشغول شو. مشغول میشم الان. الان مشغول میشم. نه اون فایده نداره. آره این گرم برم. خب جواهرات من اینه. آخ جان زود باش منصور. حمله کنید.
خداوندا، به خاطر نعمتهایی که به مردم سرزمین من عطا کرده ای شکر گذار هستم و از تو می خواهم که الطاف بی پایانت را به مردم سرزمین های دیگر نیز عطا فرمایی. خداوندا به من قدرت بده که همیشه برای ملتم رهبری خوب باشم، مرا از بدی ها محفوظ بدار. تو معزول هستی خلیفه. بانوی من، من خبرهای بدی برای شما دارم. چی شده لیلا؟ حرف بزن. پدرتونو به زندان بردن. چی میگه لیلا؟ کی این کارو کرد؟ خالد، خالد حضرت خلیفه رو معزول کرد و دستور داد به نام خودش خطبه رو بخونه. خدای من چه میشنوم؟ یعنی گستاخی تا این حد. خالد الان کجاست؟ نمیدونم، نمیدونم. من باید اونو پیدا کنم. باید گذشته هاشو به خاطرش بیارم. به سلامتی شما و پیروزی ما. ما موفق شدیم دوستان. همگی گوش کنید. ما اکنون در بهشتی هستیم که به شما وعده داده بودم. امشب را جشن میگیریم و حوریان بهشتی ما را سرگرم میکنند. سرور من، مثل این که از معشوقه خود خبری نمیگیرید. از ریحانه؟ او با پای خودش به نزد ما خواهد آمد. بله خالد، درسته. من با پای خودم آمدم اینجا. خوش آمدی بانوی من. اکنون همه چیز عوض شده. از فردا همه به نام من خطبه میخوانند. ما فقط یک نفر در مقام سابق خود باقی میماند و او تو هستی که هنوزم بانوی منی. خوش آمدی ریحانه، نزدیکتر بیا. خالد تو خیلی زود گذشته خودتو از یاد بردی. خیلی زود الطاف ولی نعمت خودتو ندیده گرفتی. خیلی زود فراموش کردی که یه برده بودی و پدر من مردی که اکنون به دستور تو زندانی شده تو رو 300 دینار خرید و منصب و مقامت داد. کافیست ریحانه، تو همسر آینده منی، نباید از من به بدی یاد کنی. ولی تو آرزوی تصاحب منو به گور خواهی برد. ریحانه، لجاجت نکن. من نمیخواهم در مورد تو به زور متوسل شوم. من تو رو دوست دارم، دوستیم را بپذیر. چطور تو رو دوست خود بدونم در حالی که تو تنها دشمن پدرم هستی؟ پدرت را آزاد می کنم به شرط اینکه به عقد من در بیایی. می خواهم پدرم را ببینم. اطاعت می کنم بانوی من، بفرمایید. من این عشقای آسمانی را دوست ندارم. من عشق زمینی می خواهم. رقاصان بیاید ما را سرگرم کنید. برای ما برخصید. ما فتح کردیم، ما فاتح شدیم. بیاید برخصید، این روزیمونو باید جشن بگیریم. پدر، دخترم، خیلی متاسفم که شما رو در این حال میبینم. متاسف نباش ریحانی، عمر ظلم کوتاه. گریه نکن دخترم، گاهی سرنوشت عمدن ظلم رو بر عدل و داد پیروز میکنه تا مردم غافل حقیقت رو درک کنن. گریه نکن، گریه نکن دخترم. بله، گریه نکن ریحانه. آزادی پدرت به دست توست. مرگ برای من بهتر از اون آزادیه که تو در مقابل اسارت دخترم به من بدی. بسیار خوب، فردا صبح وقتی که جلوی چشمان ریحانه سرت. نه خاله، اقلا اقلا یک هفته مهلت بده. دخترم، اگه حتی به خاطر آزادی منم با او صلح کنی، هرگز تو رو نمیبخشم. بسیار خوب ریحانه، هرچه تو بگویی قبول میکنم. یک هفته به تو مهلت میدهم. دخترم، Oh, my God.
گریه نکن ریحانه. توی علی بابا. منم چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ خالد وزیر پدرم رو معزول زندانی کرد. من همه چیزو میدونم. در شهر همه مردم از ظلمی که به پدرت شده صحبت میکنن. علی بابا کمکم کن. خالد فقط یک هفته به من مهلت داده. مهلت؟ چه مهلتی؟ که یا همسر اون بشم و یا پدرم از دست بدم. بد جنس. ولی تو نگران نباش، من نمیذارم خالد نقشه پلیدشو اجرا بکنه. چطور؟ من ترتیبی میدم که پدرت آزاد و مجددا خلیفه این سرزمین بشی. آخه تو تنهایی چه کاری از دستت ساخته است؟ نه، من تنها نیستم. تمام مردم این سرزمین حضرت خلیفه را دوست دارن. من با کمک اونا کار خودم رو انجام میدم. امیدوارم موفق بشی. سرور من، من با 40 خمره جواهر برای عرض تبریک و تهنیت خدمت رسیدم. سپاسگزارم امیرعلی. بعد از گرفتن جواهرات نابودش میکنم. اونا رو میگه ای؟ من نمیتونم بفرم. اون چشم میفرم. دایی خودم به خود سپردم. گوشم دارم کر نشم. صبر کن. آخه چه جونی کندم. کجا؟ حکم کجایی؟ بری میام. برو. چیانم. بری من نیزرم. چیگم بیار. این یه خوشته. میتره بشکنم که دست کسی نیفته. آخ پاک زانم پرید بیرون. ول کرد. خب لالی کجا؟ زدم. اینجا نمیم دارم با من طرفی بیشتاره. حالا موخه به داغو بگیرم. سر جاشه. خدا شو حسی برم از دریم طرف تو زندون ندارم. باشو لالی. قربان
تعظیم عرض میکنم. لابد ما رو میشناسید. علی شما یاران امیرعلی هستید؟ بله قربانت گردم، برای آزادی شما آمدیم. بفرمایید قربان، تمام موانع از صد راه شما برداشته شده. بله آفرین آفرین پسر. خواهش میکنم چنل من نه احترام بذار به من. احسنت، مرخصید. خب امیرعلی، خوش آمدی. سپاسگزارم و مجدداً به شما تهنیت میگویم. من با 40 خمر جواهر که ملاحظه میفرمایید برای عرض تبریک و برای خواستگاری مجدد از ریحانه شرفیاب شدم. خواستگاری از ریحانه؟ بله. امیرعلی، مگر نمیدانه که او نامزد من است؟ نامزد شما؟ چطور ممکن است در حالی که او به من چنین قولی داده؟ پدر او اکنون در زندان به سر میبرد و من که خلیفه جدید اینجا هستم باید به اطلاع تو برسانم ریحانه به زودی بانوی بانوان سرزمین من خواهد شد. ولی این نهایت بی‌انصافی است. تو حق نداری بدون اجازه پدر او ریحانه را به عقد خود در بیاوری. بله پدر دختر باید سرنوشت دخترش رو معلوم کنه. احسنت امیرعلی. پدر منم که باید سرنوشت دخترم و سرزمینم رو معلوم کنم. خالد، نشنیدی که میگوین حق به حق دار میرسه؟ گستاخ! همه رو دستگیر کنید! نگهبانا! قراولا! داد نزن، دیگه دیر شده! حمله کنید رفقا! تسلیم شو خالد، تسلیم شو. این آرزو رو به گور میبری. بگیر خیره. گستاخی را از حد گذروندی امیرعلی. امیرعلی کیه؟ من علی بابا هستم. خیر سر، تو یک بار دیگر هم روی من شمشیر کشیدی ولی بالاخره مجبور شدی فرار کنی. ولی این بار تو باید فرار کنی خالد. خواهیم دید. خواهیم دید. بگیم گیرم. می ترسی؟ بیا.
جاو علی منو نکش، کشتن من برای تو فایده ای نداره. ولی علی بابا آدم کش نیست، این وقت به خائنین رحم نمی کنه. تو باید بمیری نامرد روزگار. نه نه، امیدوارم به پای شوهر آیندت پیر بشی. امیرعلی شوهر دلخواه توست. میشنوی چه میگویم؟ او شوهر دلخواه توست و من برای هر دوی شما آرزوی خوشبختی میکنم. شب بخیر فرزندان من. شب بخیر پدر. شب بخیر قربان. ریحانه، خیلی گرفته ای، نکنه از این وصلت آزرده خاطر باشی. امیرعلی، من با قلبی شکسته به خانه تو خواهم آمد. عجب، فکر میکنم هنوزم در فکر علی بابا باشی، اینطور نیست؟ بیش از این از من چیزی نپرس. در هر صورت اگر ناراضی باشی، من میتوانم این وصلت را به هم بزنم. نه نه، من قول آبروی پدرم و محترم میشمارم. آفرین، و مطمئن باش که پدرت هم... علی بابا. لالی، اونو ببوز، شاید زبونت باشه. مشغول شدی که بیچاره به این نوایی هم بره. منو ببین علی. این از این سیبیر هم مونده. جانم نخواه پس پدرم راست میگفت که من همسر دلخواه خودم رو پیدا کردم. بله، پدرت همه چیزو میدونه. میدونه که من علی بابای آسمون جلم. ولی پدرت به من لقب امیر داد و در نتیجه شدم امیرعلی واقعی. و افتخار داد که داماد و وزیرش باشم. آه علی بابا، من کنیز تو هستم. نه، تو بانوی منی. لالی، لالی،